صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتی تبطل الجفت و طاغوت در سلام ادب احترام خدمت همه شما بینندگان محترم حسینیان عالم امیدوارم هر جا که هستید اوقات ایام به کام همه شما بوده باشد از مجمع رسانه امام حسین علیه السلام برج مجموعه خیابان قبله آقا سید الشهدا روح الفدا بهشت روی زمین کربلا در خدمت همه شما هستیم و امید است که قسمت و روزی همه شما شود به کرات و مرات زیارت آقا سید الشهدا روح الفدا مبحث ما در برنامه تکیه بین الحرمین مقتل آقا سید الشهدا روح الفدا است چند جلسه ای که گذشت راجع به فضائل امیر عوالم امیر المؤمنین روح الفدا حسب آنچه که مرحوم محدث قمی اعلی الله درجات صاحب کتاب نفس المهموم که در خدمت آن هستیم صلاح دیدن مطالبی را عرض کردیم و مقایسه غلطی که در تاریخ به ادعای بعضی مزدوران تاریخی در سده سوم من جمله جاهز در کتاب عثمانیه مطالبی را عرض کردیم و عزیزانی که دنباله می کنند دنباله برنامه را گرفتن سلسله وار برنامه را مشاهده می کنند موضوع و مطلب دستشان هست تا جلسه گذشته که برگشتیم به عنوان جدیدی که مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریفش آورده است شجاعت و وصف شجاعت حضرت عباس ابن علی علیه السلام راجع به کلمه شجاعت قدری با هم سخن عرض کنیم یعنی گفت و شنود کنیم و آن این که شجاعت را از صفات نفسانیه دانستن شجاعت از اموری است که فرموده اند صفات نفسانیه است و علمای علوم نفسانیه علمایی که راجع به علم اخلاق نظریات دارند در علم امروز روانشناسی به آن میگویند در لغت عربی علوم نفسانیه به آن میگویند مطالبی دارند مطالبی که متکی به روایات و آیات است مطالبی که از کلمات حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین رسیده است را ما بررسی میکنیم چرا که تخصصا موضوع برنامه ما در همین محور چرخ میزند آنچه که دیگران گفتند شاید شاهد مطلب بیاوریم ولی غرض آن است که حضرات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین تبیین کرده اند برای ما چرا که آن کسی که عرض به خدمت شما خالق است آن کسی که شیئی را اختراع می کند بدیع شیئی است آگاه ترین شخص است نسبت به صفات آن شیء
خداوند علی اعلا خالق بشریت است و آنچه که خداوند علی اعلا فرموده است در صلاح و امور زندگانی بشری کاربرد دارد. آنچه که دیگران گفتند ممکن است دست خوش سراب واقع شود، ممکن است تصورات نفسانیه باشد، ممکن است تجربیات غلط باشد. کلمه تجربه را تأکید میکنم، چرا که در بعضی از فرق به کشف و کرامت لغت تجربه را متعلق دانستن و مکاشفات خود را تجربه میگویند. شاید به تجربه غلط حاصل شده است. لذلك ما آنچه که حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین فرموده اند را همیشه محور مطالب داریم. در شجاعت گفتند که اطاعت قوه غضبیه از قوه عاقله. غضب مطلبی است که خداوند علی اعلی آن را قرار داده است در بندگانش. از صفات نفسانی، از صفات باطنی، صفات روحانی، غضب، شهوت، اینها صفاتی است که خداوند علی اعلی قرار داده است و در پی آن مصالحی است. حتی همان قوه شهوانیه مذموم، یعنی همان میل بشر، اعم میل منظور است، نه آن کلمه‌ای که مطلق و خاص برای بعضی از امیال گذاشته شده است. غرض زمان تنها نیست، کلن امیاله و ممکن است شهوات نسبت به اطعمه باشد، نسبت به غذا باشد. هر کسی به گونه ایست. میبینیم که در این ایام حتی به وسیله های نقلیه بعضی ارادت های ویژه دارن، یعنی تا آنجاست که مدهوش میشود وقتی میبیند وسیله نقلیهی که با فلان برند است. این از این مطالبی که همه شما آشنا هستید. به هر عنوان خداوند علی اعلی این صفات را قرار داده است در بشر برای مصالحش، ولی تعادل آن را ملاک قرار داده است. متعادل بودن در صفات در امیال نفسانی همان شهوات که عرض می کنم، نه به حالت رخوه برود که کم بودن میل است، نه به حالت شره یا شروه با عبارت مختلف که افراط در امیال نفسانی است. هر دو مذموم است. این یکی. در قوه غضبیه نیست چنین است. دقت کنید، از اینجا مطلب ما مهمتر است و به موضوع عنوان ما نزدیکتر است. در قوه غضبیه این قید را معلوم کردن که تابع باشد، این قوای غضبیه بشریه تابع قوای عقلیه باشد. اگر افراط در آن شود آن را تحور گفتند، و اگر تفریط در آن شود آن را جبن گفتند. هر دو مذموم است، هم تحور که فارسیگری آن بیباکی است، کسی که اصلا توجهی نه، جسارت دارد، جسارت بیش از حد دارد، بیباک بودن را مذموم دانستن علمای اخلاق. اینها که عرض می کنم در چارچوب اسلام و فرامینی که در مکتب تشیع از حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین به ما رسیده است نیست تنها. هر کسی که فهمی از اجتماع دارد و علوم اجتماعی را قدری درک کرده است، صاحب نظر است، موافق مطالبی است که عرض می‌کنم. تحور، بیباک بودن، جسارتی که انسان را به هلاکت بیندازد را نهی کردند. مثلا اگر کسی در زندگانیش اتفاقی برای او بیفتد و یک تنه به میدان صدها نفر برود، هیچ کس او را شجاع نمی نامد از کسانی که با امور عقلیه آشنا هستند و اهل تعقل هستند. نه، قرآن هم به آن اشاره کرده است و دستور به ما داده است: ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خود را هلاک نکنید، هلاک نکنید. اموری دارد، اگر پیش آمد روش هایی گفته شده است، رعایت بعضی. حال این مطلب را تعمیم نمی دهم، خاص آن مشخص است، خاص این مطلب مشخص است در عالم و بی بدیل است. مرسوم بوده است در حروب عرب، در جنگ هایی که اعراب داشتند، که ان للعرب کرتون بعد فرعی، از این مطالب اینگونه که عمر
آن را در جنگ ها به کار می گرفت به غلط. شخصی که عرض کردم منحصر به فرد است و خاص است، او کرار غیر فرار است، امیر عوالم، امیر المؤمنین، روحی له الفدا. بالنسبه به شجاعتی که امیر عوالم، امیر المؤمنین، روحی له الفدا دارد، مسئله فرق می کند. بله، همان شجاعی است که در از قلعه خیبر کنده است. می بینیم که وقتی مورد وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار می گیرد و این وصیت از قبل حق آمده است برای بقاء کلمه توحید، امیر المؤمنین دست به قبضه شمشیر نمی برد. آن یهودی می بیند و معروف است نزد شما همه شنیدهی در بین کوچه ها و شهادتین به زبانش جاری می کند. یا راجع به کربلای سید الشهدا، موارد بسیار بسیاری برای مثال هست. کلی مطلب و مبنای مطلب را عرض کنم. پس شجاعت حد وسط است. قوه غضبیه را مهار کردن و تحت فرمان قوه عقلی قرار دادن. در محاوره نیز میگویند شنیدید بی عقلی کردن. بعضی از امور انقدر ارزش ندارد که انسان از تمام شخصیت خودش حتی میگذرد برای اثبات یا به دست آوردن مطالبی که از پلیدترین آنها کرسی ریاست است و میبینیم که در جوامع مختلف این اتفاق میافتد. تمام مدارج انسانیه را زیر پایش له میکند تا منصبی را به دست بیاورد یا حفظ منصبی کند. تمام اینها نهی شده است، در روایات تصریح به آن شده است. شجاعت باید حد وسط داشته باشد، به تهور کشیده نشود. از آن طرف عرض به خدمت شما، تفریط در همین قوه غضبیه نشود، به جبن نکشد. جبان کسی که ترس زیاد دارد، آن هم نه شده است. انسان نباید ترسو باشد، نباید اهل جبن باشد. در کلمات حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین راجع به مشاوره که ملاحظه می فرمایید، وقتی که امیر عوالم، امیر المؤمنین، روحی له الفدا به مالک اشتر نیز خطاب می فرمایند، او را نهی می کنند از مشورت با جبان، با کسی که جبن دارد. ترسوس، او را مستشار خودت قرار نده، اهل مشورت قرار نده. کسی که بخیل است، او را اهل مشورت قرار نده. تا این مرحله لحاظ شده است در چارچوب تشریع ما. ببینیم یان برنامه شکست بال و پری زاشیانه می بردن تنی ضعیف قریبان به شانه می بردن جنازه‌ای که همه انبیا به قربانش، جنازه‌ای که همه انبیا به قربانش، چه شد که هفت نفر مخفیانه می بردن. رفتی تا مدینه یا نه؟ دلت میخواد بری مدینه رو ببینی یا نه؟ امشب شبشه، از زهرا بخواه، انشاءالله چنین ایامی و مدینه باشی. عرضم تمام، مدینه مدینه فاطمه را روز روشن آزرده، چرا جنازه او را شبانه می برده؟ به جای اون که گذارند گل به روی قبر نبی، برای او از سر تازیانه می بردن. بدن زهرا رو سرازیر در قبر کرد،
میگه خدا رو جواب میگیرم، دستای شبیه دستای پیغمبر از زهر قبر زهرا بیرون آمد، زهرا رو گرفت، شاید فرموده باشد علی جانم، وقتی زهرا رو به تو دادم پهلوش نشکسته بود علی، وقتی از زهرا رو به تو دادم بازوش برم کرده نبود، وعده هممون مدینه پیغمبر، دستامون رو بیاریم بالا چند مرتبه بلند صدا بزنیم یا زهرا. کسی چو فاطمه در عالم وجود نبود، نشانه ایز علی جرو نبود، نبود چه پاسخی بدهم بر نبی اجر پرسند، امانتم به خدا صورتش شبود نبود، بشکند دستی چه زد سیلی به روی فاطمه، شد از آن سیلی سیاه روی نکوی فاطمه. به ابی انت و امی یا مظلوم یا فاطمه الزهرا. صلوات الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. امیدوارم که عرض ارادت همه شما به ساحت مقدسه صدیقه طاهره صلوات الله علیها مرضی رضای مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرج الشریف واقع شود. مهر زند حضرتش پای اعمال ما، اعمال بلا ریب ولا شک مقبول درگاه حق شده است. این مطلب مطلبی است که با براهین قاطعه ثابت است. ولی الله باید راضی شود از اعمال. رضایت حضرت حق جل و علا در گروی رضایت حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین خاصه زهرای مرضیه صلوات الله علیه است. تعمدن به این صفت یاد کردم که بدانید مطلب به همین قوتی که عرض کردم معروف و مشهور است. دست سیاه در کار است که شیعه را، محب را از آن مبانی حقی که دارد دور می کند. دست های پلید، قلم های پلیدی در کار است که تمام تلاش و جهد و کوشششان را می کنند که شیعه را از آن مبانی که دارد دور کنند. اتفاقات مختلفه ولیجتهدن ائمه الکفر، تلاش میکنند ولی تا این بیرق سرخ آقا ابی عبدالله روحی له الفدا، تا بیرق عزای صدیقه طاهره صلوات الله علیها موجود است در بلاد شیعه، به واسطه شما محبین در کوی و برزن، هیهات زهی خیال باطل که بتوانند آن در حقیقت نایاب ولایت را از قلوب شما در بیاورند. بخواهیم از مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج شریف که رزق ما را در این زمینه مزید گردانند، کرم کنند، لطف کنند، ما را محرم حریم خود بدانند و بگذارند که صاحب عزا باشیم در مواسات با خود حضرات در عزای فاطمیه. عرض می کردیم در شجاعت و صفت نفسانی شجاعت، صفت باطنی شجاعت و حد وسط را عرض کردیم. اگر عزیزی تازه به جمع ما پیوسته است، نه افراط در شجاعت یعنی بی باکی،
نه تفریط در شجاعت یعنی جبن. برای هر دو، از بس خطیر است این را اضافه کنم، برای هر دو یعنی افراط و تفریط، زیاده روی و کم گذاشتن در شجاعت یعنی اتباع قوه غضبیه، انقدر خطیر بوده است که برای هر دو مداوای جسمی و روحانی وجود دارد. هم مداوای جسمی اتباع مطالبی دارن، ادویه‌ای دارن، و هم این که بزرگانی که صاحب ختوم و اذکار هستن، مأثورات را عرض میکنم، مطالبی دارن. این مداوای روحانی و مداوای جسمی وجود دارد، یعنی هر دو بیماری است از نگاه عقلا، از نگاه شرع مقدس نیست. آنجا هم به عنوان یک عرض نقیصه به آن نگاه میکنند، هم تحور را و هم جبن را. و عرض کردیم در روایات مختلفه سفارش کرده است امیر عوالم، امیر المومنین روحی له الفدا، بقیه ی آل الله صلوات الله علیه و اجمعین، برای این که با جوان، با کسی که اهل ترس اصلا مشورت نکن. یعنی آن کابینه ای که کابینه شور تو هست، در آن آدم جوان، آدم بخیل قرار نده، چون هر دو تو را دور میکنن از آن چیزهایی که باید به آن برس. قرض احوال، مطلب در شجاعت میرسد تا به ذوات اقدسه. این نکته را باید اشاره کنم، همانطور که صفات حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین وصف شأنی از شؤون حضرات، نه تمام شؤون به اجمعه، شأنی از شؤون حضرات، وصف آن ممکن نیست، کذالک وصف شجاعت حضرات آل الله مقدور بشر نیست. نه اینکه درک و فهم ما میرسد، یعنی فهم ما گنجایش آن را، این مطلب هم توهین نیست، فراتر از قوه عاقله ماست، فراتر از درک ماست، آن صفاتی که در ولی الله صلوات الله علیه موجود است. فرموده حضرت سلطان است ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا در آن روایت بسیار معروف و مشهور باب حجه اصول کافی که تمنا بارها داشته هم مطالعه بفرمایید. هیهات، حضرت این گونه می فرماید، اصلا نمی توانند عقول درک کنند. عقل آقا ابزاری دارد، عقل قوه در راکه، قوه فاهمه، ابزاری دارد. همانطور که برای بعضی از امور ابزار خاصی موجود است، عقل نیز برای درک ابزار خاصی دارد. این مطلب کاملا مفهوم و واضح است. برای بعضی از امور عقل ابزاری ندارد، عقل معاش، عقل ابزاری، عقلی که امور روزمره را با آن می‌گذرانم، حتی عقلی که کسب منفعت می‌کند و دفع ضرر می‌کند، ابزار خاص را ندارد، عقل معاد دارد. عقل معاد، عقلی که حضرات اهل بیت از آن دم زدند و سفارش به آن کردند. چرا؟ چون در عقل معاد آن چیزی که اهمیت دارد سلم و تسلیم است، عبد باید باشد آنجا. میبینیم در اصول کافی وقتی که صفات عقل را بیان میکنن، همین امور را اشاره میکنن، حضرات تسلیم است عقل معاد. عقل ابزاری چنین نیست. و عجل فی فرج مولانا صاحب عصر و زمان، هدیه محضر علی ابن مسردا، هر جا که هستید صلوات خط کنید. رزیت کربلا صوت العقیله تدور مضاعف.